اینا دیگه غرق در نعمت خدا و در فضل خدا، هم نعمت خدا و هم فضل خدا سراغشون میاد. فنقلبوا بنعمت من الله و فضل چی؟ لم یمسسهم سوء، هیچ بدی بهشون نمیرسه، هیچ خطری بهشون نمیرسه، پروتکت شدن. اینا در حوزه حسن حسین الهی، در اون دژ نفوذ ناپذیر مستحکم الهی وارد شدن، دیگه تمام شد، دیگه تمام شد، دیگه حالا تمام عالم. و این خیلی دلنشین است. فنقلبوا بنعمت، اصلا منقلب شدن آقا، منقلب، اصلا یه شخصیت دیگه شد، اصلا روحش منقلب شد. از چی منقلب شد؟ این کاتالیزوره، این ترکیب ماده شیمیایی چی شد که ماهیت و ذات این عنصر رو عوض کرد، حتی آرایش مولکول رو به هم ریخت؟ این فضل الله و نعمت الله بود که بشارت آمد. حالا که اینجور شد، لم یمسسهم سوء ما شاء الله لا ما شاء الناس. تو تعقیبات نماز صبح میخونیم دیگه، سوئی به اینا دیگه هیچی نمیرسه. این سوء هم بازم اهل نحوی میدونن، نکره در سیاق نفیه، این سوءون تنوین داره، نکره است دیگه، نکره در سیاق نفی بازم مفید عمومه است، یعنی هیچ سوئی، یعنی به تمام انواعش. نکره در سیاق نفی مفید عمومی کند. لم، چون لم ادات نفی دیگه، بعدش من نکره اومده. لم یمسسهم سوء و تبعوا رضوان الله، اینا دنبال رضوان الله هستند، رضایت خدا رو میخوان. و الله ذو الفضل العظیم، باز هم کلمه فضل تکرار میشه، و الله ذو الفضل العظیم. خب من این حالا مقدمه بود، ولی وقت من تمام شد، من میخواستم مقدمه بگم از آیه قرآنی، برم سراغ مصادیق ششگانه فضیلت. خب بالاخره حالا امام سجاد چون فرمود آقا بدوی سبقت بگیرید، مسابقه در فضیلت کجا؟ آقا فضیلت چیه؟ آقا به ما بفرمایید مصادیقش چیه؟ فضیلت به چی میگید فضیلت؟ من از روایت در بودم حدود 6 مورد، حالا اگر بتونم امشب یکی دو توش اشاره بکنم. یه صلوات خط بفرمایید. پس عزیزانی که یادداشت میکنن، بحث ما این شد که امام سجاد فرمودند و سبق الی الفضیله، پیشی بگیرید مسابقه سرعت در به سوی فضیلت ها. سوال، حالا فضیلت چیست؟ مصادیقش رو تعیین کنید. یک، به استناد، ببینید بحثای من دو بال داره، بال قرآنی و بال حدیثی دیگه. بال قرآن که تا الان آیت قرآن رو خوندم، حالا بال حدیث و روایات. مورد اول دقت کنید، به به، امام علی علیه السلام، از خود این علی که خودش مصداق و تجلی همین ویژگی است. من آثر الناس علی نفسه استحق اسم الفضیله، کسی که مردم رو بر خودش مقدم بدارد. این علی گفت، خودش هم عمل کرد. کسی که ایثار شنیدید با سه نقطه، ایثار، آثره، من آثر الناس علی نفسه، کسی که دیگران رو بر خودش مقدم داشت. ببین عزیزان، یواشکی که من به شما بگم، شما اگر حق کسی رو دیدی، شما فضل نکردی، یا این فضل نیست، لا حقش رو دادی. شما اگر وظیفت بودیش انجامی، وظیفته، این فضل نیست. حواسمون هست؟ پس هیچ منتی کسی نمید. آقا من مثلا وظیفه ما انجام دادم، حق طرف رو دادم، بعد منت هم صرف بذارم، لطف هم چی؟ فضل نیست این، اون حقشه، وظیفته، اون واجب باید انجام بدی. بحث اینجا، شما آثره یعفرون علی انفسهم، شما اول دیگری رو بر حق خودت مقدم داشتی، اون به تو سلام نمی کن، تو سلام بکن، اون غیبت رو میکنه، تو تعریفش رو بکن، این میشه ایثار. اون حق تو رو نمیده، تو حقشو بده، این میشه ایثار دیگه. من آثر الناس، آثر با ثیت نقطه، از همون ایثار، کسی که مردم رو بر خودش مقدم بدارد، وقت استحق اسم الفضیله، اینو میتونه بهت بگه این آدم فاضلیه، صاحب فضیلته. امام میفهمه بابا بده بی دنبال چنین آدمایی، تابع مردی چنینم کو به کو، به قول مولانا من دنبال چنین مردانه میگردم، هر کوی و برزن میگم این مردان خدا کجایند که نفسشون رو کشتند، خودسازی، تهذیب، دیگری رو بر خود با اینکه حق منه اما میگذرم، حق اون رو مقدم میدارم. خیلی مردان، یعنی خیلی از خود گذشتگی میخواد کسانی به این مقامات برسند. خب همون داستان حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانشون اهل بیت، خب سه شبانه روز گرسنه، آقا روزه گرفتن، قضا هم بالاخره اگرم میخوردن از نظر شرعی من این نداشت، من عرفی و شان بالاخره روزه گرفتن، میخوان حق خودشونو بخورن. اما اینکه میان به اون مسکین و یتیم و اسیر میدن، این یعنی یعفرون علی انفسهم، اونا رو بر خود مقدم میدارن، این میشه استحق اسم الفضیله، این میشه تجلی فضیلت، این میشه اهل ایثار. قضای خودش رو، حق خودش رو باز میکنه، از جان خودش میده به اسیر، به یتیم، به فقیر، به مسکین، به مستحق، به محتاج. دقت کرده؟ این نکته اول. حضرت عباس وارد شریعه فرات شد. خوب دقت بفرمایید،
حالا صحبت ابوالفضل شد که پدر فضل است، پدر فضیلت است، مجسمه فضیلت است. عزیزان میدونید که حضرت عباس هیچ نهیی نداشت برای اینکه آب نخورد که ترک اولام بشه. حضرت آدم حداقل ترک نه شده بود که از اون شجره ممنوعه نخوره، از اون میوه ممنوعه نه شده بود، خورد، ترک اولا کرد. حضرت عباس نهی نشده بود، میتونست بخوره، از نظر شرعی و عرفی و اخلاقی هیچ اشکالی هم نداشت، واقعا نه حرام بود نه مکروه بود. خب انسان جنگجو تشنه لهله میزنه تو اون گرمای عراق، سه شبانه روز آبم قطع شده، الان هم میخواد برای بچه آب ببره، خودش حداقل این لبهای خشکیدش. اگر ایشون آب میخورد هیچ، حتی نه ترک اولا، هیچ حتی چیز مکروهی نبود. اما دیگه عباس نمیشد، اما دیگه ایثار و آثرن دیگه برادرش رو بر خودش. حواسمون هست ایثار اینجاست دیگه، یعنی شما وقتی که از اون چیز حق مسلم خودت بگذری میشه اهل ایثار، میشه اهل فضیلت. باز مثال تاریخی بزنم، لیلة المبیت، حضرت علی در بستر پیامبر حضرت محمد ابن عبدالله، ایشون خوابیدن، میتونستن نخوابن، اگر نمیخوابیدن بازم پیامبر نجات پیدا میکرد. میدونی چرا؟ چون پیامبر آلردی بستر رو ترک کرده بود، رفته بودن از شهر بیرون، رفته بودن به طرف غار ثور دیگه که برن مدینه. خب امام علی اگر نمیخوابیدن و 40 شمشیر گداخته زهراگین 40 قبیله رو به جان خود نمیخرید، خب فوقش این بود که میمدن میدیدن آقا کسی نیست و سر خالیه دیگه، پیغمبر نیست، هم میرفت. اما امام علی خودش در لیلة المبیت در بستر رسول میخوابد تا حتی این وقت رو به اونا نده که اینا ببینن اینجا خالیه و زود برن سراغ پیغمبر، نکنه تو بیابانا پیداش کنن. حتی به خیال این که هنوز پیامبر اینجا خوابیده است، بالاخره امام علی زیر بستر مثلا خوابیده بودن زیر اون پوشش، اونا فکر میکنن پیغمبره. یعنی تا این حد این ایثار، یؤفرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینم مثال دیگه، مثال دیگه بزنم بازم از صفین. در صفین جالب است، این شنیدنی است، خطبه خیلی خواندنی در شرق هستش، که وقتی که رسیدن اصحاب معاویه یه حرکت نامردی کرد و اومد آب رو بست، آب رو اصلا شریعه رو بست به سوی در مقابل سربازان امام علی در جنگ صفین که 18 ماه طول کشید، تلفات زیادی هم داد در هم سوریه و شام. مالک اشتر اونجا، بله، عمار یاسر اونجا کشته شد و اویس قرنی و بعض از اصحاب مولا علی سلام خدا بر اونها باد. بله آب رو بستن، بعد امام علی آمدن یه خطبه‌ای خواند، خطبه کوتاهی اما بسیار خیلی عالی است، اینقدر انقلابی و فصیحه. در مورد اعر جمجمتک، جمجمه خودت رو آریه بده، خیلی کلمات بسیار فصیح و کوبنده، جمجمه خودت رو بده به خدا، آریه بده، برو جلو. این جملات کوتاه چند خط امام علی خوندن، آتش زد. این اصحاب و لشکریان مولا علی رفتن جلو، انقلابی حرکت کردن، حماسه شورانگیز آب رو باز کردن شریعه رو و سپاهیان معاویه رو زدن کنار و آب رو متصرف شدن. یعنی تمام استیلای سربازان علی بر این شریعه آب در حقیقت محقق شد، تمام اون قسمت به دست اینا. دیگه سربازان معاویه حتی اکسس نداشتن به آب. حالا ببینید، میخوام بگم که این دو تا تابلو رو کنار هم بذارید. بعد امام فهموندن که شما ولی که آب رو آزاد کردید و مسلط بر آب شد، اما سپاهیان معاویه رو از آب منع نکنید، به اونها بذارید آب بردارن استفاده کنن. سعت ابن سوهان که یکی از عاشقان علی است، خیلی عاشق علی بود، حالا امام علی خیلی عاشقای زیاد داشت، اما این یکی کسی بود خیلی، سعت ابن سوهان، خود امام به ایشون خیلی علاقه داشتن و ایشون کسی بود که رفت سر بالین علی بعد از دفن مولا علی، خاک‌ها رو برداشت، به طبق نقل تاریخی همینجور میذ رو سرش، زار زار میگریست، گفت خاک بر سر ما شد دیگه، بعد از علی چگونه زندگی کنی؟ عاشق دلسوخته مولا بود. سعت ابن سوهان اومد خدمت امام، عرض کرد یا امیرالمومنین، خب اینا که آب رو به روی ما بستن، حالا که آزاد شده با این زحمت، با این مشقت، با این همه تلفات، حالا شما مقابله به مصر بکنید آقا، مقابله مصر بکنید دیگه، در جنگ دیگه، جنگ. امام فهمودن نه، این کارو نکنید، حتما آب باید باز بشه. و اینو تا پرانتز بگم برای شیعیان حسین، طبق نقلی یزید هم در اون سپاه بود و آمد آب رو برداشت و استفاده کرد و خورد. وقت چجور جواب داد در عاشورا؟ حواسمون هست؟ امام حسن، امام حسن هم بودن تو صفین، میدونید که امام حسن و امام حسن توی صفین بودن با حضرت عباس،
با محمد حنفیه، اینا بودند و اینا آب رو باز کردند، ولی سربازان معاویه من جمله یزید را از آب من ننمودند. یزید بی آب رو بخور، اما همین یزید به حسین چه کرد در عاشورا؟ این میشه ایثار از سبق الی الفضیله. عزیزم من به شما بگم برادران و خواهران، متاسفانه این عنصر در میان جامعه ما ضعیفه، عنصر گذشته. ایثار یعنی گذشته دیگه، یعنی از خود گذشتگی. آقا من به شما قول بدم اگر این اینا فقط نوشت چیز نیست، اینا اصلا درس زندگی است، به شما قول بدم اگر اینا عمل بشه دادگاه ها تعطیل میشه، پرونده ها میگه آقا چند میلیون نمیدونم پرونده. چرا عربستان و سعودی دادگاهش خلوته؟ فکر کردید چرا دادگاه های عربستان و سعودی خلوته؟ من حج که میرم یکی از کارم میرم آقا دیدار از دادگاه های این سیستم، اینو چجوری سیستم حقوقی چجوری میچرخه؟ دادگاهش خلوت نشسته اونجا بیکار. چرا ماه رمضان ها کشورهای اسلامی جرائم میاد پایین و دادگاه ها سبکتر میشه، خلوتتر میشه؟ خب پس معلوم میشه اینا تأثیر عملی داره دیگه، استفاده کاربردی داره. اگر عمل بشه پراکتیس بشه خود جامعه بهره مند میشه دیگه. آقا این فقط لغلغه زبان نبوده که اینا رو بگن و تموم شه، این اثر عملی داره. آقا گذشت در و خیلی از اختلافات خانوادگی، من در هفته گذشته 4 مورد طلاق داشتم، 4 مورد طلاق اومدن منزل ما، غالبا هم جواب اول زندگیش. وقتی که عنصر گذشت نباشه آقا اصلا خانواده اصلا میپاشه، زندگی جامعه کامیونیتیه، حال گذشت آقا نمیکنیم تو زندگی. این منیت ها، خودخواهی ها، این حسادت ها، این طغیان ها، این انسانی ها، اسیان ها و تفرعون ها ما رو بیچاره میکنه. آقا جون این درس خدا شده، اینا طلاست، اینا گوهر. آقا امام علی هم 14 قرنقه برای همه بشریت گفت. گذشت کم شده در جامعه، کم شده وقت سقوط خانواده، ناهنجاری های اجتماعی. خب من کوتاه کنم سخنو. دومین مورد، پس دومین مصداق فضیلت اولی چه بود؟ اولین مصداق فضیلت چه بود؟ ایثار. آثر الناس علی انفسهم. دو، بشنوید، الفضل باز از مولا علی است. الفضل انک اذا قدرت عفوت، گفت العافین عن الناس. قرآن به ما گفت، علی به ما چه میگوید؟ والعافین عن الناس. ببینید آقای اون عف بعد از قدر، یعنی ببینید شما مثلا فرض بگیم مثلا خطای کسی رو در گذشتم، خب اگه خطا نباشه اصلا گذشت معنا نداره، شما لطفی نکرد اصلا فضلی اونجا نیست دیگه. مثلا این کسی مثلا بچه شما کاری نکرده، میگه آقا من تنبیهش نکردم یا ازش گذشتم، چی؟ فرض بر اینه که اون طرف کار خطا کرده و در حقیقت ها بعد تنبیهش نکنی. اذا قدرت عفوت، وقتی که قادر شدی قدرت پیدا کردی، در ضمن قدرت، در اوج قدرت ازش بگذری. معنیش اینه دیگه. حر ابن یزید، امام حسین میتونستن نگذرن، تو آب رو بر روی ما بستی، تو زن و بچه ما رو ترساندی، تو اولین کسی بودی که راه رو بر ما بستی. اما حسین، وقتی که حسین نمیشد. اذا قدرت عفوت عف والعافین عن الناس. امام سجاد در مسجد حرام نشسته بودن، اونجا اومده بودن دستگیر بکنن، یک کسی میست که شمشیر قایم کرده بود و اینها، اومده بودن دستگیر بکنن. این اومد متوسل به امام سجاد شد که دم در نشسته بودن، که میخواست از در بری بیرون، امام میتونستن جلوشو بگیرن، چون قاتل، یکی از قاتلین پدرشو بود. ببینید اینا فقط تو افسانه ها ما میشنویم عزیزان، فقط فیلم میشه، اما ببین چه شد. امام سجاد اونجا میتونست قشنگ چیز کنه دیگه، عقده گشایی کنه، آقا تو قاتل پدر من بودی، توی کربلا بودی، حالا میتونم تو رو معرفی کنم الان.